امروز درباره یک فیض دیگه با هم میخوایم صحبت کنیم. فیضای رنگارنگ زیاد ما داشتیم. خب یک سریش عطایای روحانی بود، اما یک سریش هم به هر حال برای زندگی روحانی ما هست که فقط خدمت به دیگران نیست، بلکه به درد روزهای زندگی ما میخوره. زمانهایی که داخلش هستیم و داخلش داریم راه میریم و تجربه‌ای که علیرضا جان گفت، اینو به شما بگم که بارها و بارها که امروز راجبش صحبت خواهم کرد، ما قدرت داریم و اقتدار داریم که حتی به طوفان فرمان بدیم. تو توی شهر هستی، اما به خانه من اجازه نداری آسیب بزنی. مطابق کلام خداست، مطابق کلام خداست. شاید طوفان رو توی شهر خدا یه پیغامی داره، اجازه داده تو شهر بیا، اما به خانه من اجازه نداری بیای، نزدیک خانه منم نمیای، دورش تاب میخوری، دور منم میگردی، اما به من آسیبی نخواهی رسند. آمین. و به اهل خانواده من در امروز میخوام راجع به اینکه اقتدار فیض خداست. خدا یه فیضی دیگه، یه هدیه دیگه به ما داده تحت عنوان اقتدار. یه مقدار هفته گذشته و دو هفته گذشته راجع بهش صحبت کردیم که میگه شما رو اقتدار بخشیدم. در لوقا باب 10:19 میگه شما رو اقتدار بخشیدم. کلمه که میگه بخشیدم، به شما اقتدار هدیه دادم. خداوند خیلی چیزا به ما هدیه میده، اما یک جاهایی هم هست که این هدایا عالیه، برای زندگیمون استفاده میشه، اما توی یه جاهایی هست که بحرانه، که اون هدایا برای تو هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما حساب کن که خدا به شما هدیه پولو داده. آمین. وضع مالیت خوبه، خدا را شکر خیلی خوبه. یه کاری داری، یه خونه ای داری، خدا یه هدیه به تو داده. آمین. خیلی عالیه. یه بچه ای به تو داده، یک همسری به تو داده، این هم یه هدیه است، اینم لطف خداست، اینم عالیه، خدا را شکر. اما یک سوالی که اینجا مطرح هست که اگر یک زمانی آنچه که خدا به عنوان فیض به تو هدیه داده، به عنوان لطف به تو هدیه داده، اگر اون تحت آسیبه، اون موقع چه کار میخوای بکنی؟ بچت تو آسیبه، مالت تو آسیبه، خونت تو آسیبه، سلامتی توی آسیبه، داره حمله میشه به همه اینها و همه اینها الان که همه اینها بره تو هوا، اون موقع میخوای چه کار بکنی؟ میگه من شما را یک فیض دیگه میبخشم و اونم فیض اقتداره، تا بتونی از فیضهایی که به تو دادم مواظبت کنی. آمین. این اقتدار برای این روزها به درد میخوره. به همین دلیل میگه شما را اقتدار بخشیدم بر مارها، بر عقرب‌ها پا بگذارید و به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. آمین. امروز داشتم روی کلام کار می‌کردم و اول یوحنا رو مطالعه می‌کردم و امروز می‌خوام با این آیه این پیغام امروز رو ادامه بدم. در انجیل یوحنا باب رساله اول یوحنا باب 3 آیه 8 دوست دارم باز کنید، چون که امروز خداوند میخواد به ما یه پیغام قشنگ و قوی بده که توی حملات، توی بحرانها، توی طوفانهای زندگی، که یک نمونهش رو در واقع هفته گذشته همه ما دیدیم، بعضی مواقع شاید طوفانهای شهری وجود نداشته باشه، اما طوفانهای روحانی زیاد به وجود میاد. توی زندگی ما طوفانهایی میاد و جالبه که همه در آرامش نشسته بودید، نه؟ بعضیا داشتن گریل میکردن، بعضیا قدم میزدن، بعضیا صحبت میکردن، بعضیا هر کاری داشتین میکردید، به هر حال با خیال آسوده و هیچ کس فکر نمیکرد که یه لحظه دیگه همه چیز تو هوا باشه. درختی که از این شیشه میره داخل، ماشینی که میفته اون توی جوب، درختی که میفته روی سر این، نمیدونم این اتفاق میفته، هیچ کس اتفاقا رو نمیتونست پیش بینی کنه. خیلی مواقع تو زندگی های ما اینه، داری زندگی معمولی میکنی، یه دفعه میبینی خبرهای جور و باجور، با قول قدیمه میگه از زمین و زمان برات میباره و نمیفهمی از کجا اومدن این همه مشکلات. همچین مواقعی باید چه کار بکنیم؟ توی اعمال، توی رساله اول یوحنا باب 3 آیه 8 راجع به این صحبت میکنه. میخوام یه تیکه از آیه را بخونم. میگه که پسر خدا ظاهر شد، راجع به عیسی مسیح صحبت میکنه،
میگه پسر خدا ظاهر شد، پسر خدا اومد، خدا پسرش رو به جهان فرستاد، خدا جهان رو محبت کرد و پسرش رو به جهان فرستاد تا اعمال ابلیس رو باطل کند. آمین. اعمال ابلیس رو باطل کند. میخوام یه مقدار راجع به این اعمال ابلیس با شما صحبت کنم و اینکه چطوری میشه باطلش کرد و ما احتیاج به این اقتدار داریم برای باطل کردن اعمال ابلیس. آمین. تمام زندگی مسیح، تمام تعالیم مسیح، تمام آموزه های مسیح، تمام معجزات مسیح فقط داشت یک کار انجام میداد، تمام اعمال ابلیس رو باطل میکرد. شما دست رو هر خدمتش بذارید، وقتی داشت کلام رو موعظه میکرد داشت چی میگفت؟ راجع به یک حقیقتی داشت صحبت میکرد که در مقابل یک دروغه که اعمال ابلیس رو باطل میکرد. وقتی داشت مریض ها رو شفا میداد داشت اعمال ابلیس که مریضی بود رو داشت باطل میکرد. وقتی مرده ها رو زنده میکرد داشت ثمره این اعمال ابلیس که تو باغ عدن داده بود و مرگ رو به جهان فرستاده بود داشت اینو باطل میکرد. و هر کاری که داشت میکرد و روی صلیب هم آخر کار گفت که تمام شد، اعمال ابلیس رو من باطل کردم. از روی صلیب به بعد، از صلیب به بعد باطل کردن اعمال ابلیس کار من و توه به نام مسیح. آمین. مسیح روی صلیب کار رو تمام کرد، مابقی باطل کردنش دست من و توه. دیگه مسیح باطل نمی کنه. مسیح یک بار باطل کرد و اونم روی صلیب بود و این اقتدار به ما داد که الان ما باطل کنیم اعمال ابلیس. آمین. میخوام یه مقدار راجع به اعمال ابلیس با شما صحبت کنم و که اعمال ابلیس چیه، اعمال شیطان چیه. به شما بگم که شیطان هیچ قدرتی نداره، بازم میگم هیچ قدرتی نداره، مگر از طریق دروغ هر کاری رو انجام بده. شیطان هیچ قدرتی نداره، فقط کارش فریبه، فقط کارش دروغه، فقط کارش مکره و از طریق اونه که به زندگی های ما حمله میکنه و از طریق اونه که به زندگی های ما میخواد آسیبی بزنه. و به همین دلیل مسیح تمام اعمال ابلیس رو در دروغ های او شروع میکنه به باطل کردن. در اعمال ابلیس در واقع همه اینها خلاصه شده به دروغه. به همین دلیل یوحنا تو آیات قبلش راجع به این داره صحبت میکنه، میگه اگه کسی گناه میکنه از ابلیسه، زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده هست. و باز راجع به دروغ داره صحبت میکنه، میگه فرزندان ابلیس رو و فرزندان خدا رو از اینجا میشه تشخیص داد. اما اینکه گناه چطوری اتفاق میفته، با یک دروغ، با یک فریب اتفاق میفته. و میخوام به شما ثابت کنم و به شما نشون بدم که چطوری یه فریب از طریق شیطان میتونه در زندگی های ما وارد بشه و چطوری زندگی های ما رو خراب بکنه. هر جا در کتاب مقدس درباره مقابله با ابلیس صحبت میکنه، تمام کتاب مقدس هر جاشو بخون، مخصوصا عهد جدیدو، هر وقت میگه با ابلیس مقاومت کنید، با ابلیس مبارزه کنید، با ابلیس فلان کنید، با ابلیس فلان کنید، فقط درباره یک چیز صحبت میکنه، با مکرهای ابلیس مقاومت کن. هیچ جا نمیبینی که شیطان قدرتی داشته باشه که با زور و بازو بخواد کاری انجام بده. هیچ جای کتاب مقدس نمیبینیم. حتی زمانی که مسیر رو در بیابان تجربه میکنه همش صحبت گفتگوه، در باغ عدن همش گفتگوه. هیچ قدرتی شیطان نداره مگر از طریق دروغ قدرتش جاری میکنه. و کسایی که در واقع دروغهای او رو بپذیرن نشون میده که شیطان در زندگی اونها قدرت زیاد داره. اما به نام عیسی مسیح امروز میخوایم یاد بگیریم که چگونه اعمال ابلیس رو توی زندگیمون باطل کنیم. آمین. در یوحنا او را پدر دروغگویان معرفی میکنه، پدر دروغگویان. و تنها یه راه مبارزه با شیطان وجود داره و اونم حقیقته. کلام خدا میگه حقیقت را خواهید شناخت، حقیقت را خواهید شناخت. آمین. حقیقت شما را آزاد میکنه. دروغ اسارت میاره، حقیقت آزادی میاره. و مسیح میگه من راه و راستی و حیات هستم. آمین. من راه راست، راه حقیقت هستم و به تو زندگی میبخشم.
یک زندگی مطابق راستی و مطابق حقیقت. حقیقت در جهان یکی بیشتر نیست. در تمام دنیا یک حقیقت بیشتر وجود نداره. شما تصور بکنید من یک چیزی اینجا دارم، بگم یه لحظه شما چشماتون رو ببندید، برای 30 ثانیه چشماتون رو میبندید، من اینو میدم به یک نفر و بعد میگم چشماتون رو باز کنید، این دست کیه؟ میگه دست اونه، بعد میگه نه دست منی، دست اونه، اون میگه دست اونه، ولی در حقیقت این دست یک نفره. همه راجع به اون حقیقت نظر میدن ولی خود حقیقت، این که تمام راه ها به خدا میرسه یک دروغه، بلکه این نظرهایی که راجع به اون حقیقت اصلی داره صحبت میکنه. و جالبه که تمام نظرهایی که صحبت میکنن برای خودش یک مذهبه و یک راهه که نمیخواد نشون بده که این دست کیه، و با حدس و گمان و تجربه و فانتزی خودشون و چیزهای مختلف میخواد راجع به صحبت کنن، اما حقیقت فقط یکیه. و مسیح میگه من تنها، نمیگه یکی از راه ها، نمیگه که در واقع یکی از هزاران راه، من تنها، فقط یه دونه راه در دنیا بیشتر وجود نداره، چون یک حقیقت در دنیا بیشتر وجود نداره و اونم منم، و هیچ کس بجز من از هیچ راهی دیگه، از هیچ راهی دیگه نمیتون نزد پدر بره. آمین. اینجا قشنگ خیال ما را راحت میکنه. حقیقت در همه جا نیست، حقیقت یکیه و حقیقت ما رو آزاد میکنه. آمین. شما دقت بکنید تو باغ عدن چه اتفاقی افتاد. میگه که مار، شیطان در قالب مار اومد به سراغ حوا و به او یک دروغی گفت، زورش نکرد، نخبوندش، یقش هم نگرفت، شمشیر هم زیر گلوش نذاشت، یک دروغ بهش گفت و این دروغ رو پذیرفت. جالبه به شما بگم، میدونی چرا زن رو تنهایی گیر آورد؟ چون که شیطان میدونه کسی که تنهاست موقعیت خوبی برای فریب، برای سقوط و برای گناهه. به همین دلیل یکی از کارهای شیطان تنها گیر آوردن ماست. یکی از دلایلی که مواقعی ما یک چیزی در دلمون شیطان میزنه، داغونمون میکنه، بعد میگه به کسی هم نگیا. مثل یک شخصی میمونه که بهش تجاوز کردی و بعد میگه حق نداره به کسی بگیا. حالا خودش تو بدبختی خودش که چه بلایی سرش اومده داره میسوزه، بعد اجازه نداره کسی هم کمک بگیره. این کار شیطانه، به همین دلیل تنها. چرا؟ چون اگه دو نفر باشن یه نفر هست تو رو بلند کنه. کتاب جامعه میگه دو از یک بهتر، سه که باشن محکمتر. تو یکی بیفته اون یکی بلند میکنه. آمین. به همین دلیل خدا میگه شایسته نیست که آدم تنها باشه. خودش از اول میدونه و شیطان اینو میدونه، این آیه رو خیلی خوب میشناخت. شایسته نیست آدم تنها باشه. اوکی؟ اینو میدونست. به همین دلیل تنهایی اومد حوا رو گیر آورد. توی خانواده هایی که زن و مرد تنها هن، آسیب خیلی شدید و وحشتناک اتفاق میفته. این هیچ استثنایی هم وجود نداره، برای همه اتفاق میفته. ولی اونهایی که با هم یک دلن، شیطان از یک دلی میترسه، از اتحاد میترسه، از جمع شدن میترسه. ما بعضی مواقع جلسه دعا که میذاریم، یه شب تا صبح یا یه روز چند ساعت جلسه دعا میذاریم، از زمین و زمان حمله میاد. میدونی چرا؟ چون که شیطان میترسه، میگه اگر جلوی اینها رو من نگیرم، زندگی منو تعطیل میکنن داخل این کلیسا، زندگی منو توی این افراد تعطیل میکنن اینها، و من نمیخوام از این زندگی افراد کلیسا برم بیرون. به همین دلیل اول از همه به ما حمله میکنه که ما منصرف بشیم. اما به نام عیسی مسیح، مسیح اعمال ابلیس رو صلیب باطل کرد،
من و شما با هم به نام مسیح اعمال او رو باطل میکنیم. آمین. چیزی که خدا برای من مکاشفه کرد، گفتم اوکی، فکر میکنی خیلی زرنگی حمله میکنی، بکن. به جای پرستش موعظه ها هم جنگش میکنن. حالا ببینم دیگه از کجا میخوای بگیری. توی مسیری میریم که به نام عیسی مسیح هر بچه کوچک تو کلیسا بترس شیطان. هر بچه کوچیکم قدرت داشته باشه که بگه به نام عیسی مسیح دور شو از من. این اراده نیکو و پسندیده خداست. آمین. در طول تمام مدت سالهای خدمتی که توی شفا آزادی داشتم یا اخراج ارواح داشتم، یک چیز رو تجربه کردم. با هر کسی اخراج ارواح کردم، اولین روحی که باش سر کله زدم روح فریب بوده، آخرین روحی که رفته بیرون روح فریب بوده. سخت‌ترین روح. و جالبه، معمولا این روح به شخص حمله نمی‌کنه، یقه شخص رو نمی‌گیره، شخص زمین نمیزنه، ولی جلوی تمام کار خدا رو بلوک میکنه. هرچی از کلام خدا میگی داخل بلوک میشه و شخص همکاری نمیکنه. اولین روحی که باش صحبت میکنی میاد بالا روح فریبه، چون که دقیقا مخ شخص رو منجمد میکنه و اجازه نمیده هیچ کلام خدا کار بکنه، اجازه نمیده هیچ قدرت خدا کار بکنه. به همین شروع میکنه دائم رو فکرش دروغ 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 و وسط کار دائم فریب 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 فریب. آخرین روحی که میره بیرون فریبه. میدونی چرا؟ خیلی از روحا میرن بیرون، این آخرین نفریه، چون که اگر این بمونه دقیقاً 7 روح بدتر در بازه. دوباره تو که آزاد نشدی؟ کی گفته تو شفا پیدا کردی؟ اینا همش خیاله، فکر کردی به همین سادگیه بقیه بیه تو. فهمیدید؟ روح فریب. با اینکه زیاد قدرت جسمانی نداره، قدرت عملی نداره، ولی از طریق دروغ خیلی کاراشو انجام میده. و جالب، پولس تو افسسیان باب 6 راجبه این صحبت میکنه. افسسیان باب 6 آیه 13، همه میدونید افسسیان باب 6 راجبه چیه؟ جنگ روحانی، راجبه سلاحهای روحانی داره صحبت میکنه. دیگه وقتی میگن افسسیان 6، شما دیگه باید اتومات بفهمی راجبه چی داره صحبت میکنه. برید افسسیان باب 6 رو باز بکنیم، یه چند آیه رو اونجا مطالعه بکنیم و ببینیم کلام خدا چی به ما میخواد بگه. امروز تا هر جا که فرصت میشه باهاشون با این موضوع میریم جلو، اما میدونم که تو هفته های آینده ادامه خواهیم داد. باب 6 از آیه 10 برای شما میخونم. راجب اسلحه های روحانی، راجب یک جنگی صحبت میکنه. وقتی راجب جنگ صحبت میشه، بعضی میگن آقا من اصلا جنگ دوست ندارم، من آدم آرومیم، اصلا حوصله جنگ و من ندارم. اینو میخوام به شما بگم، اگر تو یاد نگیری که تو دنیای تاریکی به جنگی، حتما به تو قول میدم، به تو قول میدم که توی دنیای فیزیکی و جسمانی شروع میکنی جنگیدن. دائم به این و اون گیر میدی، به خودت گیر میدی، به زنت گیر میدی، به شوهرت، به بچهت، به خواهرت، به برادرت، به دوستت، به همکارت، دائم در جنگ خواهی بود. و کلام خدا اینجا داره به ما میگه که عزیزان، ای برادران، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور بشید. دوباره برمیگم راجع به اون آیاتی که راجع به قوت خدا، راجع به زورآور بودن در خدا، راجع به این صحبت می‌کنه که در ماست روح القدس، قوی‌تر، بلندتر، با اقتدارتر از اونه که در این دنیاست. آمین. میگه از این قوت استفاده کن. نمیگه خدا برای تو استفاده می‌کنه. کی باید استفاده کنه؟ چند هفته این راجبی صحبت میکنیم، کی باید استفاده کنه؟ ما باید از این قوت استفاده کنیم. این قوت رو مسیح به ما داده. آمین. اقتدار رو به ما داده، ما باید استفاده کنیم. الکی دعا نکن به آسمان خدایا شیطان از زندگی من دور کن. خدایا عصبانیت رو از من دور کن. تو زمانی میتونی بگی که یک چیز رو خدایا از من دور کن که فقط اونو خدا به تو داده باشه،
که به شما گفتم اول ثابت کن که خدا داده. اگر چیزی رو خدا نداده، خدا هم پس از هر که گرفتی به همون پسش بده. آمین. خطابتو به اون بکن، خطابتو به اون. شیطان به تو دارم میگم خشم تو از خدا نیستی، به نام عیسی مسیح میری به جایی که اومدی. آمین. به جایی که اومدی برمیگردی به همون جایی که بودی. میگه از قوت خدا زورآور شوید. آیه 11 اسلحه تمام خدا رو میگه، همه اسلحه های خدا، نمیگه اسلحه. خب خوب گوش کنید. بعضی مواقع میگه ما همین که ایمان آوردیم کافیه. بعضی میگه نه ما فقط پرستش کنیم کافیه. بعضی میگه او که ما چرا میایم کلیسا و میریم کافیه. ما داریم یه هدیه میدیم به کلیسا کافیه. ما که آدم خوبی هستیم داریم کار خوب انجام میدیم کافیه. نه، میگه همه سلاح ها رو استفاده کنید. برای هر جنگی یک سلاح احتیاج هست. شما نمیتونی با یک سلاح همه جنگ ها رو انجام بدی. هر جنگی سلاح خودشو داره. جنگ زمینی سلاح زمینی داره، جنگ هوایی جنگ هوایی داره، فضایی ستارگان، جنگ ستارگان جنگ خودشو داره، هر دنیایی جنگ خودشو داره. پس خدا برای تمامی جنگ ها ما رو مجهز کرد. آمین. پس اینجا راجع به همه اسلحه های خدا داره صحبت میکنه تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید. خوب گوش کنید، خط بکشید زیرش. از چی مقاومت کنید؟ مکر یعنی چی؟ آها، میگه شیطان فقط یه ابزار داره، راجع به جنگ داره صحبت میکنه و راجع به سلاح داره صحبت میکنه. میگه میخوام از تمام سلاح ها استفاده کنی. چی کار کنی؟ که میگه تو از مکرهای ابلیس، از مکرهای ابلیس چی کار کنی؟ مقاومت کنی. خوب گوش کنید، کلمه ای که میگه مکرهای ابلیس، خب تو اصل زبان یونانیش میگه متودیا، از متود میاد. کلمه میگه تو از تمام متدهای ابلیس، یعنی فریبهاش متدهای مختلف داره، روشهای مختلف داره، با هر کسی یک جور میجنگه، با هر کسی یک ابزار، یک متد، یک روش، یک سیستم استفاده میکنه. به همین دلیل خدا برای همه اینها اسلحه‌های مختلف به ما داده. آمین. اسلحه های مختلف ما داده که برای هر کدامش تو باید بتونی استفاده بکنی و داره ما رو آماده میکنه برای این قسمت. میگه ابلیس مقاومت کنید، زیرا که ما رو کشتی گرفتن یا جنگ ما با انسان ها نیست. میگه تو بخوای و نخوای، میخوام خوب گوش کنی، بخوای نخوای، باور کنی باور نکنی، ایمان داشته باشی ایمان نداشته باشی، کسی که تو این دنیا زندگی میکنه حتما با تو این دنیای جنگ قرار میگیره. بدون بار برگرد. صلحی هم وجود نداره، وسط هم وجود نداره. سوئیس هم نیست که بگه کشور بی‌طرف من میرم اونجا پناهنده میشم. حتما تو یک جنگ قرار میگیره. میگه اگر تو جنگ روحانی قرار نگیری حتما تو جنگ جسمانی قرار میگیری. انتخاب با توه، کدومشو میخوای؟ با آدم های زمینی بجنگی یا با روحی که پشت آدم هاست میخوای بجنگی؟ امروز انتخاب کن، همینجا که میری همین الان جوابشو به خودت بده. با عزیزانت میخوای بجنگی یا کسایی که نزدیکتر میخوای بجنگی، یا با دنیای روحانی که اونها رو تحریک میکنن، یا با اونها رو فریب میدن، یا از گمراه فریب اونها استفاده میکنن، با کدومش میخوای بجنگی؟ راه حل ندارید. اینو به شما میگم قبل از اینکه از کلیسا بیرون بیرون یک کشور انتخاب کنی. ولی نمیتونی بگی هیچ کدام، چون اگه بگی هیچ کدام تو فریب خوردی، تو فریب خورده ای الان. این فکر خودش یه فریبه. میدونی چرا؟ چون که تو رو خل سلا میکنه. اولش میگه هیچی، وقتی قدرت تو با شیطان بسته شد شروع میکنی به دیگران گیر دادن، از تو استفاده میکنه بر علیه دیگران جنگ رو انداختن. میگه بلکه با انسان ها نیست، بلکه با قدرت ها، ریاست ها، قدرت ها، جهانداران این ظلمت و فوجهای روحانی در جاهای آسمانی. آیه 13 خوب گوش کنید، میگه لذا اسلحه تمام خدا را دوباره میگه،
تمام اسلحه خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر. وقتی کتاب مقدس راجع به روز شریر یا ایام شریر صحبت میکنه، راجع به اون ایامیه که تو زندگی طوفانه، تو وضعیت مالی طوفانه، تو روابط خانوادگی طوفانه. بعضی مواقع روز شریر که چه از کنم، باید بگیم سالهای شریر دیگه، از یه روز و یه هفته و یک ماه و دو ماه و چهار فصل گذشته، به سالها کشیده میشه تو بعضی خانواده ها متاسفانه. و اونجا داره راجع به این رو صحبت میکنه، میگه تو این ایام میخوام بهتون بگم که تو این ایام چطوری جنگ کنید. میگه تا در روز شریر مقاومت کنید و همه کارا رو به جا آورید و بایستید. راجع به روز شریر میخوام به شما صحبت کنم که روز شریر روز شیطانه. حمله شیطان و قدرتش از طریق چیه؟ دروغ و فریب. اوکی؟ از کی؟ روی اطرافیانت و روی خودت. کلمه‌ای که میگه مقاومت کنید، زیرش خط بکشید، در اصل زبانش میگه که آنتی هیستامینا. تا بتونی در روز شریر یا آنتی هیستامین داشته باشی. نمیدونم شما چقدر مطالعه کردید، به هر حال کم و بیش شاید بدونید آنتی هیستامینو که همه میدونید دیگه. ایرانی اکثرا به نوعی به هر حال با آلرژی یا خودشون یا به هر حال با کسی دارن، وقتی میگن فلانی آلرژی داره، سیستم آلرژی به این صورته که یک چیزی وارد بدن شما میشه، از محیط، از غذا، از دارو، از هر چیزی، یه چیزی وارد بدن شما میشه از طریق پوست، گوش، چشم، از هر طریقی یک چیزی وارد شما میشه که متعلق به بدن شما نیست، برای بدن شما بیگانه است، و بدن شروع میکنه به او واکنششون دادن. واکنش هاش متفاوته، چون که عامل های آلرژی متفاوته، چون که متدهای آلرژی متفاوته. و کلام خدا که 2000 سال پیش نوشته شده راجع به یه سیستم ایمنی داره صحبت میکنه که جالبه. از نظر علمی امروز بیمارستان ها دارن داروهای مختلف برای آلرژی های مختلف میدن، یه جا کرم میدن، یه جا به هر حال پماد میدن، قطره میدن، یه جا نمیدونم شربت میدن، یه جا قرص میدن، یه جا چیزهای مختلف میدن که در واقع ما بتونیم در مقابل این آلرژی ها. میگه روز شریر روزیه که شیطان به تو یک حمله ای میکنه و زندگی تو تو هواس گر میگیری. یه نفر یه حرفی به تو میزنه میسوزونته. تا حالا سوختی؟ نه سوختی؟ سوختی؟ یا یه شرایطی برای تو به وجود میاد که عصبانی میشی. عصبانیت یعنی آلرژی روحانیه، هم آلرژی روحانی رو بهت بگم. وقتی خشم میگیری در حد اینکه داری منفجر میشی، این آلرژیه، آلرژی روحانیه. چطوریه؟ زمانی که شیطان در تو یک فکر رو تزریق کرده و آلرژی زده بیرون. میتونی تصور کنی نه؟ این روز هاست که بدنت داره گر میگیره، زندگی داره گر میگیره، خانوادت داره گر میگیره، تمام چیزهایی که برات مهمه داره گر میگیره، و همچین مواقعی آدم اصلا آرامی نداره. به قول من رو از چشمش و آب میاد دهن و بینی و گوش و همه چی داره به هر حال آلرژی نشون داده میشه. و هر کی تو رو میبینه میگه چی شده امروز؟ دیدی قیافه هایی که به هم ریختن؟ معمولا الان دیگه وقتی یه نفر حالش خیلی بده، مثلا یه آلرژی دارم دیگه، پاییز خوبه، کسی نمیتونه بگه گریه کردم، مشکل داشتم، نمیدونم این چیزا، بهار دیگه. معمولا با بهار که میان مثل اشک با مثل ابر بهارم گریه میکنیم ما. میگه اسلحه‌های روحانی در واقع داروهای روحانیه برای تو، و هر دارویی برای یک آلرژی، یه اسلحه دیگه، یه داروی دیگه، یه آلرژی دیگه، چون که متدهاش مختلفه. نمیگه مکر ابلیس، میگه مکرهای ابلیس. نمیگه عامل آلرژی یکیه، عوامل آلرژی خیلی زیاده، پس درمانش هم
متفاوته. به خاطر همین یک سری از درمان‌ها را برای ما اینجا مطرح می‌کنه و میگه که تمام این اسلحه‌ها تمام داروخانه خداست. پنجه گرفتید؟ همراهی می‌کنید نه؟ اوکی؟ میگه تمام این اسلحه‌ها کمک می‌کنه که در واقع شما جلوی این هیستامین، جلوی این التهاب، جلوی این به هم ریختگی تو بگیری. خیلی از مواقع ما نمیتونیم خودمون کنترل کنیم، گریه‌مون و خشممون و عصبانیتمون و دهانمون و گوشمون و دستمون رو نمیتونیم کنترل بکنیم. میدونی چرا؟ چون تحت کنترل تو نیست. روز شریر و شیطان داره با اون چیزهایی که وارد زندگی تو کرده داره تو رو هدایت میکنه و اینجا باید امرجنسی، تو باید امرجنسی آنتی‌هیستامین تزریق کنی. آنتی‌هیستامین چیه؟ در حضور خدا از اسلحه روحانی استفاده کنی، وگرنه هیچ روش دیگه وجود نداره. خدای این ورشدار، خدای اون ورشدار، این خبران نیست. کسایی که انسولین دارن و لول انسولین، ببخشید، دیابتیک هستن و انسولین میگیرن، بعضی موقع لول پیشرفتگی بیماری به یه جایی میرسه که به شخص آموزش میدن، میگن چیکار کن؟ خودت قندتو چک کن، تا دیدی قندت بالا سریع بزن. توی جنگم آموزش میدادن، آمپولهایی میدادن، میگن اگه زمانی عامل شیمیایی زدن اونجا دیگه خبر از اورژانس نیست، تو سریع اینو به خودت بزن. و خیلی از چیزها هست که آموزش میدن که وقتی دیدی شرایط زندگی داره خطرناک میشه خودت باید بزنی. و کلام خدا میگه باید یاد بگیری که تو وقتی به تو حمله میشه و آلرژی روحانی تو زندگی حمله وارد میشه چطوری به ایستی و آنتی هیستامین تزریق کنی. آمین. یکی از هیستامین هایی که تو بدن، عامل هایی که باعث هیستامین میشه تو بدن، میده که هیستامین واکنش بدنه، اوکی؟ ولی یه عامل خارجی میاد، هیستامین تولید میشه، برای آروم شدنش آنتی هیستامین تو احتیاج دارید. اینو به هر حال همه میدونید دیگه، یه چیزی که روتینه. یکی از اسلحه هایی که کلام خدا راجع بهش صحبت میکنه میگه که اگر میخوای تو این جنگ خب بتونی پیروز بشی، خوب گوش کنید. گفتیم که حمله شیطان از طریق چیه؟ قدرتش از طریق چیه؟ دروغ. دروغ اولین چیزیه که در ما تولید هیستامین میکنه و بدن به هم میزنه و سیستم ما رو به هم میزنه، سیستم روحانی رو به هم میزنه. و جالبه، میدونید بیماری اید چرا خطرناکه؟ بیماری اید هم مثل بیماری های دیگه یه نوع ویروسه. هزار نمونه ویروس سرماخوردگی وجود داره، هزار نوع ویروس های جور و جور وجود داره که تولیدی عفونت میکنه. اما چرا اید خطرناک‌ترینه؟ چون که مرکز سیستم ایمنی تو رو شکار میکنه. و جالبه، اولین کاری که سیستم، یعنی ویروس اید انجام میده، خودش رو دفور میکنه به صورت خب یه سلول خودی، یک لباس ایرانی میکنه تنش، یه لباس فرهنگی میکنه تنش، یه لباس مسیحی میکنه تنش. خب میگه من ایمان دارم، میاد برای شما میچرخه، اوکی؟ قشنگ میچرخه، میره مرکز ایمانت، اونجا که میشینه، چون اونجا رو که بزنه دیگه هیچ سربازی برای مقابله نمیتونه جایی بفرسته. این افراد بدنشون اینقدر ضعیف میشه حتی یه سرماخوردگی میکشتشون، یه عطسه میکشتشون. به خاطر همین باید تحت کنترل و قرنطینه باشن، نه اینکه به کسی ندن، برای اینکه خودشون نمیرن. چون اینقدر سیستم ضعیفه، این ایماندارایی هستن که وقتی بهشون حمله شده، که بهتون میگم اولین حمله‌ای که شیطان میکنه چیه، که دقیقا مثل ویروس ایدز عمل میکنه، ایماندار رو از نظر روحانی اینقدر ضعیف میکنه، اینقدر ضعیف میکنه که در مقابل یه حرف کوچک میمیره، یک عکس العمل کوچک میمیره. اولین عاملی که در بدن انسان هیستامین تولید میکنه، توی روح تو هیستامین تولید میکنه، کلام خدا میگه که دروغه، چون که قدرتش از طریق دروغه، قدرتش از طریق دروغه.
به همین دلیل درمانش چیه؟ میگه دروغ در واقع مثل اید مرکز سیستم ایمنی تو زمانی تو رو میزنه که اصلا نفهمیدی که دروغ وارد شد. دروغ اگه بفهمید دروغه که هیچکس قبولش نمیکنه. همیشه دروغ به اسم راست وارد زندگی ما میشه. درسته؟ درسته؟ دروغ به اسم راست وارد میشه و یه لباس روحانی میپوشه، یه لباس مذهبی میپوشه، یه لباس مسیحی میپوشه، یه لباس فرهنگ شهری تو میپوشه، اقوامی تو میپوشه، اجتماع ایران اینطوریه دیگه. آقا همه دروغ میگن، یه لباس ایرانی میکنه تنش، یه جور لباسشو عوض میکنه و وارد سیستم روحانی تو میشه. اونجاست که مرکز سیستم ایمنی تو رو شکار میکنه. حالا میگه آنتی استامینش چیه؟ اولین چیزی که در تو عوارض تولید میکنه ارزش ها رو میاره پایین. بابا گیر نده، بابا بی خیال، بابا ای بابا، بابا 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 بابا، این عوارضشه. اگر در خودت میبینی که نسبت به اعمالی که داری انجام میدی روح القدس هیچ الزامی نداره، یا اگه یه نفرم یه چیزی میگه تو واکنش در مقابلش نشون میدی، مرکز ایمنی تو آسیب خورده و تنها کاری که میتونی بکنی، میگه آنتی استامین که میتونه این سیستم رو دوباره بازسازی کنه. خدا رو شکر اگه برای اید هنوز دارو تعیین نشده، برای دروغ دارو هست. کلام خدا میگه حقیقت تا شناخت خواهید شناخت، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد، حقیقت شما رو شفا خواهد داد. ما توی فرهنگی داریم میایم که فرهنگ دروغه، فرهنگ ریاه، فرهنگ چاپلوسیه، فرهنگ همه ما بدون بار برگرد، کم یا زیاد باهاش روبرو شدیم یا تو محیطش بودیم یا دیدیم، چه بخوای چه نخوای یه جاهای طالبش میشی. چند وقت باش شده گفتی بابا تو کلیسای ایرانی که میخوای بریم، تو قلبت فکر کن اینجا میخوای بریم. چون ما ایرانی ها به هم زیاد کار داریم، این نظر بدم نیست، این نظرم بده، این نظر ما رو دروغو میکنه. وقتی گیر میدیم به هم دیگه مجبورم بقیه دروغ بگن، چون زیاد گیر میدیم به هم دیگه، زیاد سر تو زندگی به هم دیگه میکشیم، زیاد به زندگی دیگران فضولی میکنیم، این طرف دیگران رو دروغو میکنه، این طرف هم بد نیست، چون حداقلش اینه که فرصتیه برای این که به من میزان راستی خودم رو چک کنم. چقدر راستی دارم؟ چقدر در راستی زندگی میکنم؟ و چقدر میتونم راست باشم؟ مذهب که داخلش بودیم همش از طریق دروغ کار میکنه. اولین چیزی که هست مرکز سیستم وجدانی تو رو میکشه با این شعار که دروغ مصلحتی مجازه. اولین اسلحه‌ای که کتاب مقدس راجع بهش صحبت میکنه میدونی چیه؟ پرستش نیست، دعا هم نیست، اوکی؟ شمشیر کلام هم نیست، کتاب مقدس هم نیست، راجع به چیزهای مختلف صحبت نمیکنه. تنها چیزی که صحبت میکنه میگه کمربند راستی. جالب، ای ما حالا فکر کنم عجبه، حالا یا کاتیوشای آر پی جی، تفنگی، جسی، یه نارنجکی، یه چیزی صحبت میکنی، خب راجب یک کمربند چرمی داری صحبت میکنی؟ میگی بله. کمربند راستی. چرا؟ توی نظام سربازی کمربند نقش مهمی داره. کسایی که سربازی رفتن یا دیدن یا آشنایی دارن میدونن. اولا کمربند جزء اسلحه‌های سرده. خب شما اگر کمربند به دست بگیری توی خونه، دادگاه تو رو شاید جریمه میکنه. اصله است. عکس بگیم با کمربند که تو دستت گرفتی، خب یعنی قدرت این تو دست توه. جالبه. نمیدونم چقدر از نظر آسیب شناسی یا از نظر جرم اطلاع دارید. خب کمربند اگر فرم گرفتنش در دست تو نشون بده که از قدرتش میخوای استفاده کنی، جرمه. عکسی کسی ببینه فرم گرفتنش، تا اینکه مثلا یه فرم ممکنه یه نفر بگیره میخواد کمربندش رو ببنده، نه این فرم میگه، نه این عکس نشون نمیده، یه چیزی که من دادم نشون نمیده، ولی اگه فرم گرفتنش طوری باشه جرمه. میدی چرا؟ چون که باورشون اینه که
یک اسلحه هست، کمربند. و وقتی راجع به این کمربند میخوایم صحبت کنیم، شاید این رو بذارمش ادامه بدیم، خب چون که دوست دارم بازش کنم، اما اگه بازش کنم این مقدار وقت میگیره. میخوام تا اینجا داشته باشید که کمربند راستی یکی از مهمترین اسلحه هاست. توی سربازی خنجر، خشاب، قمقمه، کمک های اولیه، همه و همه به کمربند وصل میشه. تشنگی روح، اگه تشنه کمربند نداشته باشی قمقمه نمیبری. کمربند نداشته باشی تورا خشابت کم میاد و نداری استفاده کنی. کمربند نداشته باشی اسلحت گم شده، پس سرنیزه هم وجود نداره که بعد بخوای بدون اسلحه با سرنیزه بخوای مقاومت کنی. کمربند نداشته باشی یه جای زخمی شد، پس در واقع پاسمان سیستم کمک های اولیه رو با خودت نداری که بخوای خودتو درمان کنی. کمربند که نداری هیچ چیز نداری. و اگه کسی کمربند نداشته باشه، مثلا لباسایی که معمولا میدن اولش اینقدر گشاده که شما باید بری تعمیرش بکنی، معمولا یه مرخصی میدن که بری لباس تعمیر کنی، یه جور جمع و جورش کنی. بنده دو نفر به هر حال نمیدونه به اندازه زمان رضا شاه و بودخانش خون مقاش کما خیلی گنده بود، خب بخاطر همین گشاد. این الگو هنوز مونده، به خاطر همین وقتی میدوزن هنوز مدل زمان رضا شاه میدوزن اینو دیگه. نمیدونم مردم الان دیگه مثل قدیما اینقدر کباب ندارن بخورن شکمشون گنده بشه، میخاطر همین دیگه الان لاغرترن بعد برن تعمیرش بکنن. و شما حساب بکن توی جنگی هست و میخوای حمله شده و تو میخوای خود دفاع کنی یا حتی میخوای فرار بکنی یا مقاومت کنی، ببخشید اولین چیزی که هست چه اتفاقی میفته؟ دیگه نمیگم چی میشه، خیلی زایم. و کلام خدا میگه که آدم وقتی گناه کرد گفت اوریانی، گفت چه کسی تو رو گفت اوریانی؟ چرا اوریانی؟ کی به تو گفت اوریانی؟ چی شد که اوریانی؟ یه دروغ. وقتی قبول میکنی اوریان میشی، وقتی هم میگی اوریان میشی. به همین دلیل قدرت و مس نیست. همه ما تو این تجربه قرار میگیریم که شیطان ما رو فشار میده که به کسی که ضرر نزدم، نخواستم آسیب بزنم، یه چیزی حالا گفتیم دیگه، اگه نمیگفتیم شر به پا میشد. همه آدم ها تو این تجربه قرار میگیرن، همه آدم ها. ولی اتفاقی که میفته اینه مس سیستمی ایمنیه، دیگه مس نداری. اقتدار سیستمی ایمنیه، تو اقتدار نداری و بدنت ضعیف میشه. بعد از مدتی احساس میکنی دعات قدرت، سیستم ایمنیت قدرت نداره که بخواد در مقابلش. یه حرف میشکنتت، یک رفتار میشکنتت، یه مشکل میخواد باش روبرو بشی تو رو میشکنه. ولی خدا را شکر که خداوند اسلحه های آنتی استامینی که خودشو به ما هدیه داده. آمین. و به عنوان اقتدار میگه شما رو قدرت بخشیدم که تمام قوای دشمن را خب چیکار بکنید؟ نابود کنید. چطوری؟ میگه اول از همه با راستی. چون که شیطان کلن از راستی میترسه، تاریکی از نور میترسه. نور که بیا تاریکی، تو اصلا نمیتونی یه جایی نور و تاریکی رو با هم یه جا بذاری. از نظر فیزیک هم نمیشه، از نظر علمی هم نمیشه، از نظر هر کاریش کنی اصلا تو نمیتونی نور رو با ظلمت یه جا بکنی. میگه نور که میاد چراغ که روشن میشه اتومات ظلمت میره. آمین. کلام خدا اینه داره به ما میگه، حقیقت که میاد دروغ میره. حقیقت رو خواهید شناخت، حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. آمین. باشه که زندگی های ما از بچه کوچیکمون یاد بگیره چطور قدرت شیطان رو بشکنه. میخوام با هم دعا کنیم. خداوند به نام مسیح، باشه که خداوند، ما هیچ کدوم پرفکت نیستیم، اما خداوند تو رو دوست داریم و باور داریم خداوند که کلام تو حقیقته و میدونیم حقیقت زندگی ها رو عوض میکنه.
خداوند ما رو کمک کن که در حقیقت راه بریم. یه جای حقیقت رو میشناسیم، اما اینکه چطوری تو زندگیمون انجامش بدیم خداوند طول میکشه. به نام عیسی مسیح خداوند میخوایم ما رو کمک کنی ای روح قدوس خدا، که کلام تو میگه که وقتی روح القدس میاد قوت خواهی یافت، قوت خواهی یافت، کاری که باید بکنی بتونی بکنی. آمین. اونی که در ماست قدرتش بالاتر از اونی که در این دنیاست. خداوند کلیسای تو که فرزندان تو هست، تو خدای راستی هستی، فرزندان تو هم در راستی هست. شکر میکنیم خداوند که ما را از خداوند فرزندی شیطان بیرون آوردی و فرزندی پسر عیسی مسیح قبول کردی. کلام تو میگه که هر کی دروغ میگه فرزند ابلیسه، اما خداوند تو رو شوی میکنی که به خون مسیح ما رو شستی، شدین فرزند تو. و خداوند میخوام ما رو کمک کنی که به شایستگی تو ای پدر رفتار کنیم، به شایستگی تو ای پسر رفتار کنیم، و به شایستگی تو ای روح قدوس خداوند زندگی کنیم. خداوند کلیسای تو در مسیرهای راستی قدم برداره، چرا که این اسلحه قوی بر ضد شیطانه. به نام مسیح با شکرگزاری، آمین. 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 آمین.